سخنان ارزشمند و گزیده‌ای از زندگی نامه عطار نیشابوری، عارف و شاعر نامه ادبیات ایرانی که اشعار و گفتارهای وی طرفداران بسیاری دارد. تقدیم به شما دوستداران علم و ادب. کاش می دانستم چه کسی مرا غیبت می کند، چه کسی مرا دشمن می دارد و چه کسی بد مرا می گوید، تا او را سیم و زر فرستادمی که چون کار من می کند از دارایی من نیز خرج کند. سوال کردند که مسلمانی کجاست و مسلمان کیست؟ گفت مسلمانی در کتاب هاست و مسلمانان در زیر خاکند. در قحطی نیشابور 40 شبانه روز گشتم، نه در هیچ مکانی صدای اذانی بود و نه هیچ مسجدی گشاده. آنجا دانستم نام اعظم خدا و بنیاد دین نان است. هیچ طبیب ندیدم جاهلتر از آن که مستان را در وقت مستی معالجه کند، یعنی سخن گفتن کسی را که او را مست دنیا باشد بیفایده بود. پس گفت مست را دوا نیست مگر هوشیار شود، آنگاه به دارو دوای او کنند. گفتند نشان متکبر چیست؟ گفت در 18,000 عالم نفسی ببیند خبیث‌تر از نفس خیش. هر کی را از تنها بودن وحشت بود و به خلق انس دارد از سلامت دور است. و گفت اگر دوزخ را به من بخشند هرگز هیچ عاشق را نسوزم، از بهر آن که عشق خود او را 100 بار سوخته است. و گفت بیزارم از اون خدایی که به طاعت من از من خوشنود شود و به معصیت من از من خشم میگیرد، پس او خود در بند من است تا من چه کنم. هلاکت اولیا به لحظات قلوب است و هلاکت عارفان به خطرات اشارات و هلاکت موحدان به اشارات حقیقت. چون حق تعالی بنده را دوست دارد اندوهش بسیار دهد، و چون دشمنش دارد دنیا بر وی فراخ گرداند. و پرسیدند یا شیخ، دلهای ما خفته است که سخن تو در دلهای ما اثر نمی کند، چه کنیم؟ گفت کاش خفته بودی که خفته را به جنبانی بیدار گردد، دلهای شما مرده است. و گفت مردمان به 3 گروهند: گروهی ناآزرده با تو آزار دارند، گروهی چون بیازاری بیازارند، و گروهی چون بیازاری نیازارند. اگر میخواهی در دنیا از بلا دور باشی، از حرص خوردن بپرهیز. نقل است که مردی نزد شیخ ابوالحسن خرقانی آمد و گفت خواهم که خرقه پوشم. شیخ گفت ما را مسئله است، اگر آن را جواب دهی شایسته خرقه باشی. گفت اگر مرد چادر زنی در سر گیرد زن شود؟ گفت نه. گفت اگر زنی جامه مردی در پوشد هرگز مرد شود؟ گفت نه. گفت تو نیز اگر در این راه مرد نه ای، بدین خرقه پوشیدن مرد نگردی. دنیا بیمارستان است و خلق در او چون دیوانگان، و دیوانگان را در بیمارستان قل و قید باشد. جوان مرد واقعی کسی است که با ضعیفان با لطف و مهربانی رفتار می کند. موی بشکافی به عیب دیگران، ور بپرسم عیب تو کوری دران. اهل ایمان تن و روان خود را از 4 چیز پاک می دارند. نخست حسادت، دوم دروغ و غیبت، سوم ریا، چهارم مال حرام. قسمت کرد حق تعالی چیزها بر خلق، اندوه را نصیب جوان مردان نهاد، ایشان نیز قبول کردند. عقل آلت عبودیت است
نه اشراف بر ربودیت. پاکبازی جز طریق شمع نیست که بسوزد و جمع را روشنی بخشد و هستی خیش بر سر این کار نهد. انسان تهی‌دست هرگز نباید فقر خود را جلوی دیگران بازگوید. خداوندا دلم آزاد گردان، به فضل خود تنم را شاد گردان. خداوندا گناه بسیار دارم، ولیکن جمله را اقرار دارم. قلم در کش به این تومار اسیان، که غرقم اندر این دریای طوفان. یک فرمان روای خوب باید چند ویژگی داشته باشد. جلوی دیگران خنده بسیار نکند، چرا که هیبت خود را از دست می دهد. با هر درویشی هم سخن نگردد، برای آنکه حقیر گردد. با زنان خلوت نکند، با مردان با نیکی و دادگری رفتار کند. لشکرش را خوب رسیدگی نماید تا لشکریانش جان نثار او گردند. هر کسی از خدا ترسی نداشته باشد، خداوند در دنیا او را از هر چیزی می ترساند. ای برادر، از زیاده گویی بپرهیز و سخنان دیگران را به خوبی گوش کن. هر کسی زیاد سخن بگوید بیمار است. عطار نیشابوری می گوید جهنم جهل انسان است و بهشت فهم انسان. فریب وعده دهندگان بهشتی نامرئی را مخورید، که بهشتی جز خرد و اندیشه که در ما نهان شده است وجود ندارد. هیچ جهنمی سوزاننده تر از جهل نیست، که اگر مراقب خودتان نباشید شما را در تنور خود کباب خواهند کرد. عطار تأکیدش بر این است که این دوزخ و بهشت همواره و حتی در این دنیا هم همراه با ماست، و این میزان رهایی از آلودگی های ما است که جایگاه پس از مرگ ما را تعیین می کند. هرچه در فهم تو آید، آن بود مفهوم تو. چون یتیمی را کسی گریان کند، مالکن در دوزخش بریان کند. آنکه خندانت یتیمی خسته را، باز یابد جنت در بسته را. خدایا، آرزوهای دنیوی دشمنانت را برآور و دوستانت را پاداش اخروی بخش و مرا هیچ یک مده. توکل از طاعت خدایان بسیار بیرون آمدن است و به طاعت یک خدای مشغول بودن و از سببها بریدن. هر که به چیزی دون خدای ساکن شود، بلای او در اون چیز بود. ستیز و لجبازی کردن با بزرگان آبروی آدمی را می ریزد. چون خداوند یاریت کرد، کار تو به خوبی صورت گرفت. او کار خیش کرد، تو چرا کار خیش نمی کنی؟ نظری به کار من کن که ز دست رفت کارم. به کسم مکن حواله که به جز تو کس ندارم. فریدالدین ابو حامد محمد عطار نیشابوری، یکی از شاعران و عارفان مشهور قرن ششم و هفتم هجری است که در حوالی نیشابور متولد شد. وی یکی از محبوب ترین و پرکارترین شاعران ایرانی است که شهرت جهانی دارد. از آثار ارزشمند عطار می توانیم به اسرارنامه، الهی نامه، منطق الطیر، مصیبت نامه، مختار نامه، تذکرة الاولیا، دیوان اشعار، مجموعه قصاید و غزلیات عطار اشاره کنیم. این شاعر بزرگ سرانجام در سال 618 هجری قمری به دست سربازان مغول کشته شد. درباره داستان مرگ عطار نیشابوری این گونه روایت شده است که به هنگام حمله مغول به خراسان، مورد ضربت یکی از سربازان مغول قرار گرفت و پیش از مرگ با خون خود روی دیوار این رباعی زیبا را نوشت.
در کوی تو رسم سرفرازی این است، مستان تو را کمین بازی این است. با این همه رتبه هیچ نتوانم گفت، شاید که تو را بند نوازی این است. بدرود تا ویدیوی دیگر.